ساندر ترپهاوس با کارزار علیه جرمسازی اقامت غیرقانونی خارجی ها در کمتر از یک سال به عنوان یکی از اعضای حزب کار هلند از گمنامی به شهرت کشوری رسید. کمپین ساندر ترپهاوس موفقیت آمیز بود. نداشتن مجوز اقامت در هلند به یک جرم تبدیل نشد. 120 کودک پناهجو و پناهنده ها در زندان هستند. برخی روزهای طولانی همراه با خانواده‌هایشان و امسال هم متاسفانه اوضاع فرقی نکرده است. شاید حمایت گسترده ساندر ترپهاوس همچنین به دلیل تجربه شخصی در ارتباط با پناهندگی است. ساندر ترپهاوس یا احمد قلیچخانی در ایران متولد شد. 18 سالگی از ایران به هلند گریخت و یک اسم و فامیل هلندی انتخاب کرد. ساندر ترپهاوس در پی موفقیت در کمپین اعتراضی سعی می کند به پارلمان اروپا راه یابد. نام او در لیست حزب پی فاندیا سوسیال دموکرات هلند است. کمپین انتخاباتی او بر سیاست‌های انسانی‌تر مهاجرت و دفاع از حقوق بشر معطوف است. انتخابات پارلمان اروپایی در 22 ماه می برگزار می‌شود. رادیو زمانه با ساندر ترپهاوس درباره فرار او از ایران، سیاست‌های مهاجرتی در اتحادیه اروپا و ارتباط بین اروپا و ایران گفتگو کرده است. با توجه به پایه و اساس و ایدئال‌های سوسیال دموکراسی، زندانی کردن کودکان به واقع غیر قابل پذیرش است. به همین دلیل من به مبارزه ادامه می‌دهم تا روزی که دیگر هیچ کودکی در کشور ما زندانی نباشد. Sander Terphaus, welkom bij Radio Zamane. Je bent kandidaat voor het Europees Parlement. Sander Terphaus, خوش آمدید به رادیو زمانه. شما کاندیدای پارلمان اروپای حزب سوسیال دموکرات هلند هستید. در هلند برای کارزار علیه جرمسازی اقامت غیرقانونی خارجی ها مشهور شده اید. دلیل کاندیدا شدن شما برای پارلمان اروپا چیست؟ برای شروع باید بگم که من شیفته سیاست هستم، همونطوری که بسیاری از هموطنان ایرانی هم شیفته سیاستند، چرا که همه ما خود را نسبت به مسائل دوروبر خود مسئول میدونیم، مسائلی مانند حقوق بشر، آزادی و عدالت. با این اشتیاق من به این راه وارد شدم. مدتی را همونطور که شما اشاره کردید درباره مسائل ملی فعالیت کردم، اما فکر میکنم در نهایت برای بسیاری از موضوعات و مسائل سیاسی راه حل در دستان اروپاست. اروپا برای تحقق حقوق بشر، آزادی و برابری میتواند مرحله تازه ایجاد کند. امیدوارم که بتونم با کاندیدا شدن در پارلمان اروپا کمک مفیدی انجام بدم. شما در لیست کاندیداهای پارلمان اروپای حزب کار مقام 11 را دارید که به نظر من چندان مکان بالایی در لیست نیست. چه میکنید در پارلمان اروپا انتخاب شوید؟ در سیستم دموکراسی ترجیح هلند عملا مهم نیست نفر چندم لیست باشید. اگه تعداد مشخصی به شخص شما رأی بدن، در اون صورت رتبه شما در لیست فرقی نمیکنه. اگر به اندازه کافی رأی بیارید، اونقدر مشروعیت دموکراتیک دارید که بتونید به پارلمان اروپا راه پیدا کنید. در مورد من احتیاج به 20,000 رأیه. در هر حال من ایرانی هستم و در نتیجه روحیه مبارزه طلبی دارم و خودم رو برای به دست آوردن 50,000 رأی آماده می کنم. امیدوارم بتونم همراه با تیم انتخاباتی بسیار خوبم به اون دست پیدا کنم. به نظر خوب میرسه. کمپین انتخاباتیشون رو چجور سازماندهی میکنید؟ ابتدا برای اهدافم در پارلمان اروپا دستورالعملی تهیه کردم که میتونید اون رو در سایت sandertephaus.nl بخونید. در اونجا می‌بینید که من برای فعالیت خودم در پارلمان اروپا چند موضوع اصلی رو سر لوحه کار خودم قرار دادم. مانند حقوق بشر، مبارزه با سرکوب، حمایت از مدافعان حقوق بشر. در راستای این دستورالعمل بیشتر تأمل کردم و در نهایت در همراهی با یک تیم انتخاباتی 15 نفری شامل افرادی مشتاق و با انرژی هفته گذشته اولین جلسه کارزار انتخاباتی رو برگزار کردیم و ایده ها رو با هم در میون گذاشتیم. با این دستور کار به سرتاسر کشور سفر میکنم، با مردم صحبت میکنیم، کارزارهای شهری را میندازیم و در نشریات و رسانه ها حضور فعال داریم و از طریق شبکه‌های اجتماعی حد اکثر سعی خود را میکنیم تا اهداف بلند پروازانه خود را محقق کنیم. via de social media dus van als er nog wat proberen daar toch die ambitie van 50.000 voorgestemmen. سیاست های مهاجرت و سیاست خارجی پارلمان اروپا در زمره موضوعاتی است که شامل کد 13 در پارلمان اروپا هستند. به این معنی که آنها فقط شامل صلاحیت پارلمان اروپا نیستند، بلکه باید با وزرا هم مشاوره صورت گیرد. آیا توقع دارید که در این زمینه ها در پارلمان اروپا به چیز خاصی دست یابید؟
بذارید صادق باشم، من جاه طلبی و توهم ندارم که بتونم یکی و تنها کل سیاست‌های مهاجرت و پناهندگی در اروپا رو انسانی تر کنم، اما آماده کردن دستور کاری صادقانه بر روی چند موضوع که در اروپا درست عمل نمی کند که بسیار اساسی است، مثل بازداشت کودکان پناهنده و پناهجویان در زندان که می خواهم با آن مبارزه کنم. همچنین اگر مسئله جرمسازی از غیرقانونی بودن را در نظر بگیریم، زمانی که در این کشور حق زندگی نداشته باشی و وجود تو به عنوان انسان جرم قلمداد شود، از نظر اصولی و اخلاقی درست نیست و غیر قابل پذیرش است. قصد دارم این چیزهای نادرست را متوقف کنم. اگر بپرسید چطور می‌خواهی این کار را انجام دهی، پاسخ من این است: تا حدی دانش دارم، حقوقدان هستم، سیاستمدار هستم، به زبان‌های زیادی مسلطم. خصوصیاتی دارم که می‌توانم در پارلمان اروپا با بیش از 700 عضو دوستان و همفکران را پیدا کنم که یک دستورالعمل خوب و عادلانه را متحقق کنم. بگذارید به سیاست‌های مهاجرتی بپردازیم. به طور مشخص مخالفت شما با مجرم‌انگاری افراد غیرقانونی، آیا برای شما به عنوان عضوی از حزب سوسیال دموکرات این کار دشواری نبوده است؟ برای من دشوار بود، زیرا حزب ما در دولت با حزب ففده، لیبرال و راست بر سر این موضوع مذاکره کرد. به بیان دیگه، حزب سوسیال دموکرات تسلیم درخواست جرمسازی از غیرقانونی بودن شد و به عبارت دیگه با آن موافقت کرد. به نظر من بر اساس ایدئال‌های حزبی ما این توافق غیر ممکن بود. بنابراین علیه این توافق مبارزه کردم. طبیعتاً این کار خیلی سخت بود، چون حزب سوسیال دموکرات با حزب لیبرال ائتلاف کرده است. من به عنوان یک عضو ناراضی تصمیم گرفتم که باید تغییر ایجاد کنم. البته بسیار سخت بود. یکی از اعضای حزب میاد و میگه که باید تغییر ایجاد بشه، امضا جمع میکنه و اعضای حزب را در کنگره سازماندهی میکنه. اما همزمان این کار بسیار موفقیت آمیز بود، چون سوای جرمسازی از غیرقانونی بودن در جامعه اکنون خیلی بیشتر درباره رفتار انسانی با پناهنده ها مباحثه صورت میگیره. صرف نظر از ملاحظات دولت ائتلافی، ولی حزب سوسیال دموکرات تا حدود زیادی مسئول پذیرش و اجرای قانون مهاجرت جدید بوده. قانون اتباع خارجی سال 2000 این هدف رو داشت که سیاست‌های پناهندگی و مهاجرت را مؤثرتر و روند اداری را کوتاه‌تر کنه. این چارچوب خوبی بود، اما در طی سال‌های گذشته ما 6 دولت داشتیم که عمرشان بین 1.5 تا 2 سال بود. هر دفعه که باید سیاست‌های جدید رو به اجرا در می‌آوردیم، هر بار که وقت در مرحله اجرای کردن سیاست‌ها بود، دولت سقوط می‌کرد و دوباره دولت جدید روی کار می‌اومد. نکته مهم در این میان، دولت قبلی ما بود که شامل دموکرات مسیحی‌ها، لیبرال‌ها و حزب آزادی هلند به عنوان حامی پارلمان هلند بود. حزب آزادی دستورالعمل بسیار بدی در مورد سیاست‌های مهاجرتی و پناهندگی داشت که این در عمل سیاست اخراج پناهندگان را در بر داشت. در این 1.5 سال که دولت قبلی سر کار بود، شاهد این بودیم که موضوعات اساسی مثل الحاق خانواده و پذیرش پناهندگان به بیراه رفت. در کنار مبارزه با جرمسازی اقامت غیرقانونی، می‌خواستم به اصول پایه‌ای خودمان به عنوان یک کشور مدافع حقوق بشر و متمدن برگردیم. آیا میتونید خود رو با مندرجات برنامه حزب سوسیال دموکرات در زمینه مهاجرت همسو کنی؟ بله، در مواردی. در چه مواردی نمیتونی خودت رو همسو کنی؟ من فکر میکنم باید به مسئله اجرا توجه بیشتری بشه. به عنوان نمونه، در برنامه حزبی ما درج شده که کودکان نباید زندانی شوند، ولی عملا این اتفاق میفته. برای این موضوع من مبارزه همه جانبه انجام میدم. نمیتونم بپذیرم که یک کودک 5 ساله که از یک کشور جنگ زده فرار کرده، مثلا سوریه، در یک سلول زندانی بشه. این موضوعات رو نمیتونی برای هیچ کس توضیح بدی، به ویژه سوسیال دموکرات ها. این موضوع در برنامه انتخاباتی ما مندرج شده. کاری که باید بکنیم اینه که ممکن سازیم که برنامه ما به طور عادلانه و در چارچوب ارزش‌های سوسیال دموکراتیک اجرا بشه. وقتی به هلند اومدی، تصمیم گرفتی که اسم ساندر ترپ هاوس رو برای خود انتخاب کنی. میتونی توضیح بدی که چرا این تصمیم رو گرفتی و چطور به مهاجرت خودت نگاه میکنی؟ شما چطور این پیشینه خودت رو در سیاست تجربه میکنی و لمسش میکنی؟
طبیعتا من اسم زیبای ایرانی خود رو داشتم، احمد قلیچخانی. شاید جالب باشه وقتی گاهگاهی که به خودم میگم اسم من قبلا این بوده. این موضوع به چند سال پیش برمیگرده و هم اکنون به اسم هلندی هم به شدت عادت کردم. طبیعتا من سیاست پناهندگی و سیاست پذیرش پناهندگان رو تجربه کردم. بعد از اون ادغام در جامعه هلند رو تجربه کردم و برای من قسمتی از ادغام در جامعه گذاشتن یک اسم هلندی بود که خودم رو اینجا بیشتر در خونه حس کنم. هیچ گونه انگیزه ایدئولوژیکی پشت این قضیه نیست و تنها جنبه کارکردی داره و حس خوبی هم به من میده. از اون زمان به بعد من جزی از جامعه هلند شدم و خانه جدید خودم رو اینجا بنا کردم. از اونجا میتونم سهمی در تصحیح سیاست‌های مهاجرتی داشته باشم. از تجربه شخصی خودم میتونم بگم که بودن در یک کمپ پناهندگی چه معنی میده و در حالی که تو بدون هیچ پشتیبان و امیدی منتظر جواب سازمان مهاجرت هستی که آیا در اینجا اجازه موندن خواهی داشت. تمام این مشکلات رو تجربه کردم و میتونم بر اساس تجربیات شخصی و دستورالعمل حقوق بشری بیان کنم که سیاست مهاجرتی چگونه باید باشه. در مورد دستورالعمل حقوق بشر شرایط در اروپا مناسب نیست. مردم فریبی در کشورهای مختلف افزایش پیدا کرده. سیاست مهاجرتی مسئله نیست که همه با هم درباره‌اش اجماع داشته باشند. آیا فکر نمی‌کنی که صدای تو در اروپا به خوبی شنیده نشه؟ امیدوارم که اینطور نشه. امیدوارم اگر یک مسئله است که باید متوجه کنیم آن حقوق بشر باشه. شعار من اینه که حقوق بشر همه جا و در تمام زمانها اولویت داره. اگر چنانچه به این موضوع توجه نشه، خطری بزرگ جامعه جهانی رو تهدید میکنه. تو میتونی در زمینه اقتصادی سرمایه گذاری کنی، اما اگر به عنوان انسان احساس آزادی نکنی و حقوق برابر نداشته باشی، مورد تبعیض قرار بگیری چون از ایران اومدی یا چون موهای سیاه داری، ما به عنوان جامعه با مشکل بزرگی روبرویی. پس یک بار دیگر تکرار میکنم، حقوق بشر همه و همه زمان شماره یک است. البته که من به این مسئله در اروپا خواهم پرداخت. در پایان با توجه به سرگذشت خودم تعریف میکنم که معنی این که به عنوان یک جوان 18 ساله فرار کنی و از عزیزان جدا بشی به این خاطر که اشتیاق به حقوق بشر داری چیه. این مای گفال یه فادلان موت اونفلوخته یه دیروار موت اخترلاته اومده چه شو ندیم منسی رخته فرلانت. حالا که درباره حقوق بشر صحبت شد، اخیراً یک هیئت پارلمانی اروپا به ایران سفر کرده. آیا به نظر شما این گونه ارتباطات مفید هست؟ بله، البته که ارتباطات مفید هستند، ولی با این ملاحظه که باید ارتباطات مؤثر باشند. من اخیراً یادداشت حقوق بشر وزیر خارجه تیمرمانس رو مطالعه کردم که به طور متوالی از دیالوگ با ایران صحبت میکنه. برای من دیگه این موضوع کافیه. دیالوگ خیلی جالبه. میشه مدام با هم حرف زد، اما در این میان مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران در ایران زندانی و شکنجه میشن. بنابراین ارتباطات رو حفظ میکنیم، به عبارت دیگر همه چیز رو قطع نکنیم، چون در این صورت اونها راه خودشون رو میرن، اما در این حال نارضایتی خود رو به اونها نشون بدیم. میشه به طور مختصر بهم توضیح بدین که در چه مواردی باید دیالوگ داشته باشیم و در چه مواردی نباید دیالوگ داشته باشیم؟ با علم این موضوع که همچنان روزنامه‌نگارا و مدافع حقوق بشر زندانی میشن و شهروندا اعدام میشن تو ایران. به طور مشخص اگر راجع به دیالوگ و ارتباط بگم، پیشنهاد میکنم که این شهروندان رو به اروپا بیاوریم. چندی پیش جایزه ساخاروف به یک وکیل ایرانی مدافع حقوق بشر تعلق گرفت، ولی در اون زمان او در زندان بود. اون نمیتونست جایزه خودش رو در شهر استراسبورگ دریافت کنه. همه سعی خود را به عنوان اروپا بکنید و مشخص کنید که ما به عنوان اروپای متمدن پیامی میفرستیم که این موضوع قابل قبول نیست. ولی حتی اگر این خانم همچنان در زندان باشه، ما به صرف اهدای این جایزه پیام مناسبی رو میدهیم. به نظرتون مرز این پیام فرستادن نفرستادن کجاست؟ اگه ایران از همکاری در زمینه خاصایی که اروپایی‌ها دارن ممانعت بکنه؟ اگه شما از من به عنوان کسی که از ایران فرار کرده سوال کنید، الان مدت هاست که دولت ایران از این مرز گذشته. سرکوب و شکنجه ادامه پیدا میکنه. حقوق بشر به طور وحشتناکی نقض میشه. پس من به اروپا میگم که با توجه به همون مسئله مؤثر بودن کاری انجام بدن.
فقط این را به برادر بزرگش آمریکا واگذار نکنه که باید همه چیز را حل کنه. انزجار خود را ابراز کن. به عنوان مثال من یک مقاله در فولکس کرانت مدت پیش نوشتم با این مضمون که با افرادی که نقض حقوق بشر میکنند مستقیما برخورد کنید. حساب‌های بانکیشان را مسدود کنید. به اروپا ممنوع ورودشون کنید. پس ما یک سری امکاناتی داریم که برای صاحبان قدرت در ایران مشخص میکنه که این مرز ماست و شما از این مرز عبور کردید. پس اگر من وارد پارلمان اروپا شوم، تا جایی که به من مربوط میشود با سران ایران وارد گفتگو میشوم و برای آنها مشخص میکنم که چرا نباید حقوق بشر در ایران نقض بشه. و منظور من اینه که لطفاً نشان دهید که حقوق بشر در ایران به دست شما نقض نمیشه. داستان پناهندگی خودت خیلی جالب بوده. به عنوان یک کشتیگیر تیم ایران با هلند اومدی که تصمیم گرفتی اینجا بمونی. از اون زمان به بعد ارتباطاتت با خانواده و دوستات در ایران چطوری ادامه پیدا کرده؟ نکات مثبت و منفیش در این زمینه چی بوده؟ در سن 18 سالگی به تنهایی فرار کردم با اشتیاق بسیار به آزادی. وقتی اینجا اومدم خیلی مشکل بود چون همه چیز متفاوت بود. تو یک زندگی تازه شروع میکنی ولی از صمیم قلب همچنان یک ایرانی هستی. من معمولا میگم که از پارس اومدم. پارس از ایران چهره جالب تری داره. با این حال همیشه عشق و علاقم رو به دوستان، اعضای فامیل و سنت‌های ایرانی حفظ کردم. بیش از همه با برادرم ارتباط دارم که در خانه پدریم در جنوب تهران زندگی میکنه و از طریق او از بقیه اعضای خانواده خبر میگیرم. در خونم فرش ایرانی دارم، پلو پز ایرانی دارم، چلو کباب و آبگوشت سر میز غذاخوری خونه ماست و من از تمام اینها لذت میبرم. Van chili kebab tot de noem ze allemaal op, dat komt gewoon lekker op de tafel. En dan geniet ik ook van volop. Dus in dat opzicht, ja, ik geniet eigenlijk van twee mooie werelden. Maar in 19... نکات منفی فرارت از ایران برای خانواده و دوستانت چی بوده؟ در افتا همونطور که گفتید من به عنوان یک کشتیگیر در مسابقات جهانی معلولین شرکت میکردم که در هلند برگزار میشد. وقتی من فرار کردم مقامات ایران فکر کردن که ما این همه پول روی این آدم سرمایه گذاری کردیم که برای ما مدال طلا بیاره ولی او فرار میکنه. اون اسم ما رو خراب کرده. اونا بسیار از من عصبانی بودن. در ماهای اول سعی خود رو کردن که من برگردم. خانواده‌ام رو تحت فشار قرار دادن، مغازه‌ام رو چند روز بستن، برادرم رو چند روز دستگیر کردن. هر دفعه با فشار روی سعی می‌کردن من رو برگردونن. خانواده من خوشحال بودن که من اینجا هستم و از من خواستن که هرگز بر نگردم چون نمیتونستن امنیت منو تضمین کنن. فرض کن که عضو پارلمان اروپایی است یا آقای روحانی شما رو به ایران دعوت میکنه. آیا این دعوت رو قبول میکنی؟ در وهله اول از این کلمات انرژیزا که گفتی من عضو پارلمان اروپا هستم تشکر میکنم. اگر روحانی دعوتم کنه بله میگم. ولی در هر صورت اعلام میکنم که باید تضمین کنه که بتونم به هلند برگردم. حتما به ایران میرم و صادقانه به اون نشون میدم که چه قولهایی داده و در مردم چه توقعات ایجاد کرده. در مذاکراتم به روحانی به او توضیح میدم که بر اساس روابطی که با ایرانی ها دارم میدونم بسیاری از جوانان ایرانی تشنه آزادی و حق انتخاب هستند و شما نمیتونید به این روال ادامه بدید. تنها استدلال شما حفظ قدرته و با این استدلال مردم رو سرکوب میکنید. در غیر این صورت لطفاً آزادیشون رو به اونها بازگردونید. Dat je het ook niet kunt volhouden. Het enige argument kan zijn dat je de macht wil behouden. En dan om die reden onderdruk je dan de mensen. Anders zou je zeggen, laat ze alsjeblieft vrij. 22 ماه می انتخابات پارلمان اروپا است. برنامه‌ت برای هفته های بعد چیه؟ Druk. Ja, enorm. شلوغ. ولی در این حال خیلی جالب. با تیم انتخاباتی هم کار میکنم. روزهای گذشته به شدت با رسانه ها مشغول بودیم. امروز هم در آمستردام گفتگوی دارم و فردا فعالیت انتخاباتی خواهیم کرد. پس فردا هم که عید پاکه و استراحت میکنیم. هفته آینده هم به فعالیت انتخاباتیمون ادامه میدیم. پر از اشتیاق و الهام و علاقه هم. بسی که به اونخلافه بزینیم و فول انرژی و استراحتی. موفق باشی و امیدوارم در پارلمان اروپا هم با موفقیت روبرو شی.